مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری اعلام کردند که تولیدات برنج در ولایت کندز در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافته. به گفته آنان با وجود چالش های کم آبی و مشکلات اقلیمی، افغانستان توانسته در بخش زراعت پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. بر اساس آمار ارائه شده، کندز به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید برنج در کشور، سهم بسزایی در تأمین نیاز داخلی افغانستان به این محصول دارد. مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری اعلام کردند که تولیدات برنج در ولایت کندوز در سال جاری به طور قابل توجه افزایش یافته است. به گفته آنان با وجود چالش های کمابی و مشکلات اقلیمی افغانستان توانسته در بخش زراعت پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. که نړۍ غواړي فقر کم کړي، ښه ده چې له افغانستان څخه پیل وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د نړۍ لپاره یو امن ځای دی او کرنه، قانون، صنعت او تجارت پکې وده کوي. در همین حال کشاورزان و شهروندان کندوز از افزایش تولیدات برنج ابراز خرسندی کردند. آنان میگویند که این دستاورد می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و تأمین امنیت غذایی کشور داشته باشد. در ولسوالی قلعه‌زال خیلی حاصلات خوب است. درباره برنج، برنجم خوب برنج شده امسال و آبش هم زیاد بوده و در بازار ها یک نمونه داره ولسوالی قلعه‌زال که به سطح ولایت بگویم بسیار یک برنج خوب شده. همچنان کشاورزان با اشاره به اهمیت حمایت دولت از این بخش گفت، اگر دولت امکانات و تسهیلات بیشتری برای کشت برنج فراهم کند، آنها می توانند تولیدات خود را دوچندان نمایند. بسیار در زراعت و در کنجد کشت کردن کنجد، یکی مثلا کشت کردن شالی و برنج، بسیار خوشحال هستند و زیاد کوشش می کنند، زحمت می کشند. از بخاطر امسال خیلی بسیار خوبتر هستند حاصلاتشان. برنج خوب است، یک ذره امسال لیکن خوب، حاصلش خوب است، یک قیمتش یک ذره ارزان است. سرخه بالا برنج است، پشاوری سیلا است. قیمتی از پیلا نامی شاوری است 200 گرفته در 350 است. بر اساس آمار ارائه شده، کندوز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج در کشور، سهمی بسزایی در تأمین نیاز داخلی افغانستان به این محصول دارد. با توجه به این پیشرفت، کشاورزان از دولت می‌خواهند که به مشکلات زیرساختی از جمله تأمین آب، دسترسی به بذرهای اصلاح شده و ماشین‌آلات کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند.